سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز امیدوارم که حال تک تک عالی باشه با هم دیگه رجب میم کوین دوست داشتنی ارز دیجیتال دوجل و مارس یک صحبتی داشته باشیم خیلی ها حواسشون به دوجل و مارس نیستش و این از یه طرفی خوبه از یه طرفی میتونه بد باشه چه حالا قیمتش رو بتونه حفظ کنه همونجا بمونه ولی از یه طرفی اگر خوب باشه این باعث میشه که کمتر کسی از این پروژه خبر داشته باشن و شاهد این باشیم که نهنگ ها قیمتش رو بیان تکون بدن و شاید افزایش خیلی فوق از ارز دیجیتال دو جلو مارس باشیم چند تا نکته وجود داره که این باعث شد ما بیایم یه ویدیو از دو جلو مارس تهیه کنیم و راجع به صحبت کنیم یکی از اونها مارکت کب و حجمی هستش که داره 24 ساعت گذشته میخوره و اگر شما مارکت کپ رو نگاه کنید 87 میلیون دلار حجم 24 ساعتی هستش مارکت کبیه که تا به این لحظه داشته و رنکی که داره 431 هستش داخل بازار رنگ فعلی ارز دیجیتال دو جلو 431 و تضادی که اینجا وجود داره و این باعث میشه که ما متوجه بشیم که در آینده دو جلو مارسی حرکت هایی رو از خودش نشون خواهد داد این هستش حجمی که داره میخوره شما اگر دقت کنید 16 میلیون دلار حجم داره توی 24 ساعت گذشته میخوره و بر اساس مارکت کپ این 16 میلیون دلار واقعا عدد خوبی هستش و این نشون میده که همچنان نهنگ هایی در حال ارز و تقاضا ایجاد کردن هستش چون که بیشتر نهنگ ها و اون صرافی های بزرگ پشت دو جلو مارس هستن و شما اینجا رو دقت کنید حجمی که داره میخوره برابری میکنه با رنگ 272 بازار که مارکت کپ 431 هستش حجمی هم که داره میخوره برابری میکنه با رنگ 272 بازار و این نشون میده که دو جلو مارس خیلی جلو هستش و پتانسیل دار برای اینکه یک حرکت های رو از خودش نشون بده ولی هنوز دست نگه داشتن و یه پامپی بهش نمیدن که در آینده این اتفاق خواهد افتاد نکته یک هستش همونطور که این 431 اینجا بازار میبینید خب از یه طرفی خوبه که رنگ 431 هستش چرا چون که این باعث میشه که بیشتر جا داشته باشه که از همین قیمتی که دارید شما مشاهده میکنید یک پامپ خوبی داشته باشه که خودش رو برسونه دوباره به رنگ قبلی خودش که رنگ قبلیش هم پروتئین 100 تا رمزرز برتر 120 این محدوده ها یه تایمی دو جلو مارس داشت نرسان میکرد که داخل بازار ترند بودش ولی از ترند بودن خودش افتاد چرا چون که ارزهای دیگه ای اومدن بولد شدن خیلی روش فوکوس کردن و این کریپتو کارنسی اومد به سمت بالا حرکت کرد یه استراحتی حالا اومد انجام بده شما اگر نمودار کلش رو نگاه کنید یه پامپ خیلی فوق العاده اینجا ما دو مارس بودیم که انجام داده و قیمت از اون موقع به بعد پامپی نداشته میم کوین ها حتی چه بد باشن چه خوب باشن نمودارهاشون به این شکله که بعد از اون پامپ اولیه ای که تجربه میکنن ببین این پامپ دوم خودش هستش پامپ سوم هم اتفاق میفته یعنی بعد از یک مدت رنجی که شکل میده بعد اون یه پامپی رو میاد تجربه میکنه و قیمت رو به سمت بالا هول میده و الان دو مارس نیاز هستش که یک پامپ دیگه ای داشته باشه حتی اگر کاهش هم داشته باشه دوباره اینجا همون پامپ رو پس بگیره با این حال اون پامپ رو باید ما ببینیم از دوجل و مارس که حالا تکنیکالی میریم ما هم دیگه یه بررسی انجام میدیم که ببینیم وضعیت به چه شکلی هستش قیمت فعلی که داره در حال حاضر قیمت فعلی دوجل و مارس با نماد الان 6.15 داره نوسان میکنه توتال سپلایی که داره 1000 میلیارد ازش وجود داره حالا یک کوادریلیون هم بهش میگن یک کوادریلیون از دوجل و مارس وجود داره و نسبت به ما بقیه میم کوین ها مثلا ویدیو شما در نظر بگیرید دو جلو مارس خیلی قدمش فراتر هستش فقط از لحاظ فاندامنتال یه کمی ضعیف عمل کردن و اینم اوکیه یعنی یه میم کوین دیگه فاندامنتال خاصی نداره و مهم اینه که شما اون نهنگ ها تقاضایی که داخلش هستش پشتش هستش به چه شکلی هستش بون که یه تایمی رنگش مثل دو جلو مارس بودش بونکی که یه رشد عجیب غریبی رو تجربه کرد رنگش تقریبا نزدیک 400 و مثلا 400 500 اینا بودش از 1000 2000 اومد رسید به 400 بون که یه مدت اونجا موند و بعد انفجاری رشد کرد رنگش رو رسوند بین 50 تا رمزرز برتر 100 تا رمزرز برتر دو جلو مارس هم الان همون جای رو داره همون نکته میتونه براش تکرار بشه ولی باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد خب بریم از از نمودار نگاه کنیم هولدر های دو جلو مارت کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نداری سابسکرایب داشته باشید و یه کامنت راجع به دو جلو مارس حتما این زیر بنویسید که اون دوستانی که قصد خرید دارن چون کسایی که, دارن, چون که دارن این ویدیو رو نگاه میکنه یا هولدرش هستن یا قصد خریدشو دارن میخوان ازش اطلاعاتی کسب کنن اگر شما حالا هولدرش هستید یه نظری بنویسید که آیا خوشبین هستید به آینده دو جلو مارس فکر میکنی که رشدی داشته باشه یا نه این زیر نظرتون رو بنویسید خب بریم از لحاظ تکنیکال نگاه کنیم و ببینیم که وضعیت دو جلو مارس از لحاظ تکنیکال به چه شکلی هستش و آیا جا داره که یک رشد فوق العاده داشته باشه یک افزایش خوبی رو داشته باشه این پامپایی که تجربه کرد یکیش اینجا هستش خب شما اگر دقت کنید این رو داره نشون میده و یه پامپ دیگه ای که اینجا تجربه کرده داره اینو نشون میده که قیمت دو جلو مارس رسید به این محدوده خب از همین محدوده یه رشد چند هزار درصد چهار پنج هزار درصدی رو اومد تجربه کرد که یه رشد واقعا فوق هستش از اونجا به بعد اتفاقی که براش افتاد خب قیمت به سمت پایین 93 درصد 94 درصد اومده ریخته ریزش کرده و اینو دیگه شما باید بدونید الان داخل بازار مثلا یه نکته آموزشی هم بگم داخل بازار شما میای نگاه میکنید تو بخش قسمت ترند ها ارزهای دیجیتالی وجود دارن که ترند بازار هستن اون ارزهایی که ترند میشن اینجوری پامپ میکنن به سمت بالا نمودارشون بالای 99 درصد به این شکل میشه با دقت اینو ببین نمودار اونها با میتونم بالای 99 درصد بهتون بگم که قیمتشون به این شکل میشه یعنی یه پامپی تجربه میکنن و بعد به سمت پایین اصلاح میکنن به سمت پایین یه برگشتی رو از اونها ما شاهد هستیم الان هم تو تایم فریم هفتگی هستی میخوام تایم فریم هفتگی خیلی توضیح مختصری بدم پس اینو متوجه بشید دو جلو مارس هم اگر در آینده یه پامپی داشته باشه که خواهد داشت از اینجا برخاست کنه به سمت بالا حرکت کنه تارگت های جدیدی رو به صف برسونه شما باید بدونی که پامپی که اتفاق میفته بعدش چند تا کندل قرمز پشت سر هم میاد میرسین این قرمز به 5 تا 6 تا بدونی که ریزش سنگینی در انتظار اون ارزش حاله هستش دلار جلو مارس هم من میگم برای هولد خیلی بلند مدت ما کاری نداریم باهاش آیا میشه هولد بلند مدت انجام داد آره هولد میکنیم وقتی که پامپ کرد پامپش رو انجام بده سیو سود و تموم دیگه هولدی ازش انجام نمیدیم چون که خیلی از افراد مثلا هولدش میکنن اون از جاره پامپ هم میکنه بازم نگه میدارن فروش انجام نمیدن ریزش میکنه دوباره پامپ میکنه بازم نمیفروشن یعنی دیدگاهشون اینه که آقا باید هولد کنی دست نزنی که مثلا چهار تا صفر بندازه دو جلو مارس مثلا نهایت صفر انداختنش نسبت به اون ارز دیجیتالی که میان میگن آقا چهار تا صفر میندازه سه تا صفر میندازه دو جلو مارس یکی از کریپتایی ای هست که این پتانسیل رو داره که چند تا صفر بندازه قیمتش الان چنده 6 صفر خب از اینجا شما برو یه صفر رو کم کن چند درصد میشه 570 درصد دو تا صفر رو دو جلو مارس به راحتی میتونه کم کنه یعنی یکی از میم کوینایی هستش که دو تا صفر رو یعنی قیمت برسه به چهار صفر ده که 6000 درصد اینا هستش رو به راحتی میتونه کم کن کنه و منطقی ترین حالت شما بخوایم در نظر بگیریم و خودم شخصا انتظار دارم که دو جلو مارس وقتی این اتفاق برش افتاد سه به سود انجام بدم و خارج بشم اینه که یه صفر رو بندازی یعنی کاری هم به رسیدن به سقفش ندارم سقفش برسه 1400 500 درصد اینا میشه یه صفر رو بندازه برام کافیه یعنی یه صفر اگر انداخته بشه برای ارز دیجیتال دوجل و مارس کافی هستش که در آینده یک رشد فوق العاده رو داشته باشه یک افزایش خیلی خوبی رو داشته باشه این از این موضوع حالا من تمام نکات رو از دازه قیمتی و منطقی ترین حالتش بهتون گفتم که تا چه حدی جا داره که قیمت افزایش پیدا کنه به سمت بالا حرکت کنه سعی کنید اگر هم خریدی انجام میدی ببین قیمتش از کجا اومده بالا از اینجا از اینجا تا قیمتی که داره نوسان میکنه 200 درصد هستش پس قیمت دو جلو مارس چرا ریسکی هستش علتش اینه که هنوز به کف اون جایی که منشه حرکتی که ازش استار زده و به سمت بالا حرکت کرده نرسیده یعنی به هنوز به اون کف خودش نرسیده کف کجا هستش ببین اینجا محدوده های عدد 752 هستش پس اگر قیمت بخواد به این عدده برسه 67 درصد باید ریزش کنه و کسی که مثلا اینجا میخره این ریسک رو به جون میخره که 67 درصد ریزش کرد نگرانش نباشه که دوباره اینجا یه پله دیگه از این محدوده دوباره بتونه اضافه کنه و ازش یه خریدی رو انجام بده پس یکی از میم کوین خلاصه و جنبندی داشته باشیم یکی از میم کوین هستش که آینده داره میشه زیر نظر دارش گرفت ولی باید ریسکش رو قبول کنید ریسک خیلی بالایی داره ریسکش رو هم بهتون گفتم چون که یه ارزش حال پامپ میکنه به سمت بالا برمیگرده به منشه حرکت خودش دو جلو مارس هنوز به منشه حرکت خودش بر نگشته از در 67 درصد فاصله داره پس ریسکی که میتونه داشته باشه این 67 درصد هستش که قیمت ما اگر حالا برسه به اینجا غیر ممکن نیستش ولی سعی کنید که پله خرید خودتون انجام بدید جا که داره نوسان میکنه برای خرید پ پله خیلی جذاب هستش چون که دوست دارم نمودارش یه پامپی تا این محدوده داشته باشه تا عدد یک پنجا این محدوده یه پامپ خیلی خوشگلی رو ما از ارز دیجیتال دو جلو مارس داشته باشیم چون پتانسیل دار برای جهش کردن هستش پس اگر دیدگاهتون هول کردن هستش میتونی روی این محدوده بخرید خریدی میشه ازش انجام داد محدوده های 500 درصد 600 درصد خارج میشیم ازش و اگر قیمتش هم پایین بیاد سعی کنید دیدگاه نگاهتون به این شکل باشه که پله اول اینجا باشه پله دوم اینجا میانگی میفته نهایتا روی این عدد که قیمت سری برمیگرده و یه سود خوبی رو بهمون به خواهد دادش خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید من تمام نکات رو گفتم بازم اگر سوالی داشته باشید حتما بپرسید با کمال میل جواب میدم همون بحث همیشگی هم حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید هولدرای دو جلو مارس یه کامنت بنویسید زیر این ویدیو که آیا خوشبین هستید به یا نیستید یه کلمه نظرتون هم اگر دوست داشتید بنویسید خیلی ممنون تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.